و اما مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان با ماست. آقای مهدوی آزاد، آقای خامنه ای یک هفته از این تراژدی انسانی میگذره ولی سکوت کرده، واکنشی نشون نداده و روز جمعه قراره که در نماز جمعه سخنرانی بکنه. چی میخواد بگه به نظرتون؟ در بین رهبران مادام العمر و تمامیت خواه خاورمیانه، آیت الله علی خامنه ای تنها رهبری بود که تا الان تونسته بود خودش رو پشت دیوان سالاری، پشت دین قایم کنه. یعنی همه میگفتند رژیم بشار اسد، رژیم صدام، رژیم بن علی، رژیم نمیدونم مبارک، رژیم معمر قذافی، هیچ کس نمیگفت رژیم خامنه ای در داخل ایران به دلایل متعدد. اتفاقات یک هفته اخیر، حالا از این اعتراضات و شعارهای حیرت آور دانشجویان مخصوصا شما شروع کنید تا به حالا فعالان سیاسی، حرفایی که فعالان سیاسی زدن که در واقع از خرداد هم شروع میشه با اون نامه 14 نفر، در واقع پایان این روند، پایان این ماه عسل 30 ساله آقای خامنه ای است. بنابراین واقعا خیلی فرق زیادی هم نمیکنه چه او بیاد دستور شداد و غلاظ بده که در واقع بخواد روی تشییع جنازه قاسم سلیمانی معروف بده، بگه من در قدرت هم مخالفین رو سرکوب میکنم، چه بخواد تلبیه به برخی از اشتباهات اعتراف بکنه که من بعید میدونم، در حال فرقی نداره، مقصد او تموم شده، از این به بعد باید پاسخگو باشه. منتها بر مبنای عملکرد سه دهه گذشته رهبری جمهوری اسلامی، من فکر نمیکنم بیاد بگه من صدای انقلاب شما رو شنیدم. تصور میکنم بیشتر روی تشییع جنازه قاسم سلیمانی معروف خواهد داد، روی همون شعارهای قبلی. تصور نمیکنم نقطه عطفی مثبت به نفع جامعه ایران باشه. مخاطبش فکر میکنید چه کسانی هستند؟ مخالفان و مردم ایران یا اینکه طرفدارای او که اونها هم بسیاریشون هنوز در بهت و شگفتی هستند از حادثه ساقط شدن هواپیمای مسافربری؟ میدونید که این روزها خیلی خیلی از نیروهای درون کشور، از اصولگرا گرفته تا حالا اصلاح طلبان حکومتی، حتی بخشی از مخالفین حکومت در خارج از کشور که روش‌های در واقع نرم رو دارند، خیلی طرفدار براندازی نیستن، اونا خیلی آرزو دارند که آقای خامنه‌ای بیاد یه سخنرانی بکنه، مخاطبش رو همه بخش‌های مختلف جامعه بگیره، به همون حرکت به سمت آشتی ملی. منتها اتفاقی که افتاده این هستش که او سال به سال و این اواخر هم اصلا روز به روز در واقع داره تنهاتر میشه و تنهاتر شده. مخاطبش هی هر روز بخش‌های خاص و کوچکتری از جامعه هستن. این آخرین اتفاقی که افتاد، یعنی در واقع اینی که سه روز سپاه پاسداران انکار کرد این بشه در واقع گاردهای رسانه‌ای، افسران جنگ نرم سپاه و بسیج افتادن به جون روزنامه‌نگاران خارج کشور، به همه گفتن خائن، و بعد ناگهان رو حکومت پذیرفت که ما بودیم شلیک کردیم. واقعیت نیستش که ضربه خیلی محکمی به بخشی از حامیان آقای خامنه ای زد. قبل از اون خیلی باورشون نمیشد واقعا که حکومت سپاه شلیک کرده باشه. قبل از اون ماجرا هم در واقع انتقام سخت دوباره یه ضربه به بخشی از حامیان تندرو حکومت زد، قانع نشدن از شلیک موشکای سپاه، گفتن سپاه ساخت و پاخ کرده. و قبل از اونم اگر یادتون باشه نامه بی سابقه نیروهای اصولگرا، نیروهای ارزشگرا در داخل کشور به آقای خامنه ای بود که در واقع انتقاد میکردن از کشدار اعتراضات معترضان آبان ماه. من فکر میکنم که مخاطبان او این روزها خیلی خیلی کمن، حداقلن در واقع یک بخشی از فناتیک ترین، مذهبی ترین و متعصب ترین بخش های جامعه که در کف ایران مازلو هستن، و اون بخش های سازمان یافته حکومت که در واقع تابع دستورات مرکزی دارن حرکت میکنن. تصور نمی کنم جز این مخاطبی بگیره، هرچند اگر جز این مخاطبی بگیره جدا هم به خودش هم به حکومت لطف بزرگی کرده. آقای روحانی برای دومین بار صحبت کرده بعد از این فاجعه و گفته که باید صداقت پیشه کنند مسئولان و صادقانه مسائل گفته بشه. چرا او خودش به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور این شیوه صداقت رو در پیش نمیگیره و با مردم صادقانه نمیگه که چه اتفاقی افتاده چهارشنبه گذشته؟ حالا این بخش از همون نونوربازی های جمهوری اسلامی است دیگه، بخش از همون چیزی که میگن شؤونات نظام. یعنی هر سر رئیس جمهور آخر ایران میگن که سپاه فاسده، بعد همشون میگن نمیدونم سپاه قاچاقچیه، بعد سپاه میره متهمین رو میکشه، نمیدونم سرداراشو به جرم فساد، به جرم جاسوسی بازداشت میکنن، به بوئینگ هم شلیک میکنه، بعد شما هم که انتقاد میکنین میگن آقا سپاه تضعیف نکنید. یعنی واقعا آدم نمیفهمه پس بالاخره باید چیکار کنه، اگر انتقاد نکنیم میخوام چیکار کنیم. منتها فکر کنم آقای روحانی یه مسئله فراتر و بزرگتر هم داره. تصورم این هست که او داره سیگنال میفرسته، نگران سناریو سازی های سپاهه. سناریو سازی فقط این نیست که صورت مسئله رو عوض کنن. الان داریم میشنویم که هی دارن بحث جنگ روانی آمریکا رو مطرح میکنن، جنگ الکترونیک، عذرخواهی میکنم اینکه آمریکا هک کرده شبکه پدافندی ایران، هایی دارن روش بیانیه میدن، مانور میدن،
اون فیلم بردار بیچاره نگهبان حاشیه پرند که فیلم برداری کرده اون رو گرفتن، معلوم نیست چه اعترافی میخوان ازش بگیرن. فقط مسئله سناریو سازی سپاه این نیست که صورت مسئله رو عوض میکنه، مسئله این هست که بعضی وقتا این سناریوها چون باید به زور شمشیر با در واقع قدرت فائقه تحمیل بشه به کشور، اساسا سیاست خارجی سیاست داخلی کشور رو عوض میکنه، یعنی ناگهان کشور رو میبره تو شرایط انسداد. فکر میکنم بیشترین نگرانی آقای روحانی سر این مسئله است و بیشتر داره سیگنال میفرسته به اونور که من وایسادم مواظب باشید اون طرفا نرید. یه بار دیگه هم یادم هست چند وقت پیش آخرین باری که این کار رو کرد سر ماجرای بازداشت مدیران کانال های تلگرامی بود و مسئله نفوذ، که اونجا البته صریح‌تر اومد گفت با نفوذ بازی نکنید، سناریو هم نسازید. متشکرم. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. عفو بین‌الملل میگوید نیروهای امنیتی در ایران به کسانی که در تظاهرات مسالمت‌آمیز شرکت داشتند با گلوله ساچمه‌ای که برای شکار به کار می‌رود شلیک کردند. عفو بین‌الملل گفته در این تیراندازی‌ها عده‌ای زخمی شدند. در روزهای گذشته بسیاری از مردم برای همدردی با خانواده کشته شدگان هواپیمای اوکراین به خیابان‌ها رفتند که با خشونت ماموران امنیتی مواجه شدند. از سوی دیگر خبرهایی به BBC رسیده که خانواده‌ها تحت فشارند که با رسانه‌های خارجی مصاحبه نکنند. مریم افشان گزارش می‌دهد. اجساد کشته شدگان هواپیمای اوکراین به تدریج به خانواده‌هایشان تحویل داده می‌شود و خصوصی و با حضور خانواده‌ها دفن می‌شوند، در حالی که بسیاری از مردم در سراسر ایران خود را سوگوار این فاجعه می‌دانند. خبرهایی به دست BBC رسیده که خانواده کشته شدگان تحت فشارند که اگر با رسانه‌های خارجی صحبت کنند تحویل جنازه‌ها به تأخیر می‌افتد. همچنین سپاه پاسداران به خانواده‌ها فشار می‌آورد که بیانیه‌ای برای حمایت از نظام امضا کنند. این توییت فردوسی خانی یکی از پادکست‌های پرطرفدار فارسی است. امیر حسین سعیدی نیا، دانشجوی دکترای دانشگاه آلبرتای کانادا، یکی از کشته شدگان هواپیمای اوکراین بود. این صدای مادرش است. بعد از انتشار ویدیوی فریادهای مادر، این ویدیو از پدرش منتشر شد که گویی نوشته ای را از روی کاغذ می‌خواند و در آن می‌گوید مگر می‌شود به حرف مقام معظم رهبری گوش نکرد. این هم سخنان امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده موشکی سپاه، در خانه یکی از کشته شدگان هواپیمای اوکراینی است. به شما هم تسلیت عرض می‌کنیم، تبریک عرض می‌کنیم این شهید عزیز، به هر حال متعلق الان دیگه به 80 میلیون ما. این در حالی است که بسیاری از خانواده‌ها می‌گویند بچه‌های ما به جنگ نرفته بودند که شهید شوند. علیرضا قنچی، همسر فایزه فلسفی و پدر پارسا و درسا که هر سه نفر در هواپیما جان باختند، یکی از آنهاست. احساس می‌کنم که توهین به شعورم داره میشه. موقعی که لفظ شهید برای بچه‌های من به کار میره، پارسای من که فارسی بلد نبود صحبت کنه و نه تو جنگی شرکت کرده، ایشون فقط سوار هواپیما شده برگرده به خونش، نه قرار بوده تو جبهه‌ای باشه، نه سردار جنگی بوده، نه دشمنی در مقابلش بوده و طبق یک حادثه‌ای، یعنی طبق یک موشکی که حالا هر نقفی بعد لفظ شهید براش گذاشته میشه، برای من این قابل قبول به حزم نیستش و قطعا احساسم فقط این است که توهین به شعور من هستش. 176 نفر بر اثر اصابت موشک در هواپیمایی که از تهران به کیف می‌رفت جان خود را از دست دادند. ایران سه روز بعد اصابت موشک را پذیرفت و گفت خطای انسانی بوده. هیچ مقام حکومتی بابت این خطا استعفا نکرد. از همان روز بسیاری به خیابان‌ها ریختند در اعتراض و برای سوگواری و همدردی با خانواده‌هایی که عزیزانشان را در این حادثه از دست دادند. مردم سوگوار با خشونت و سرکوب مواجه شدند. امروز عفو بین‌الملل بیانیه منتشر کرد که در آن فیلیپ لوتر از مدیران عفو بین‌الملل اعلام کرد
منزجر کننده است که نیروهای امنیتی تجمع مردم برای سوگواری و اعتراض مسالمت‌آمیز و درخواست اجرای عدالت در حق 176 مسافر پرواز هواپیمای سرنگون شده و ابراز خشم از پرده پوشی اولیه مقام‌ها را با توسل به خشونت سرکوب می‌کند. مقام‌های ایران اعلام کردند فیلمبرداری را که لحظه اصابت موشک و سرنگونی هواپیما را به ثبت رسانده بازداشت کردند. عده‌ای از کسانی هم که برای همدردی با خانواده‌ها و اعتراض به خیابان‌ها رفته بودند بازداشت شده یا با خوردن گلوله روانه بیمارستان شدند. مریم افشنگ، بی بی سی. 6 روز از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین در پی شلیک 2 موشک سپاه پاسداران گذشته، اما همانند بسیاری از حوادث دیگر در ایران هیچ مقامی به نشانه پذیرش مسئولیت از مقامش کناره‌گیری نکرده. کیوان حسینی نگاهی دارد به حوادث مشابه در گذشته و غیبت همیشگی استعفاهایی که از نگاه بعضی مسئولان توصیف می‌شود. من خدای بزرگ را به شهادت می‌گیرم دوست داشتم داخل این هواپیما باشم و با اینها سقوط کنم و بسوزم. همین سردار و هم این سردار. واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم که ای کاش میمردم و چنین حادثه‌ای رو شاهد نبودم. هر دو برای این حادثه آرزوی مرگ کردند. اما استعفا نه. نه بابا حالا هر چی باشه. خواسته ای که برخی معترضین بر آن پا می فشارند. آن هم نه استعفای فرماندهان سپاه، بلکه استعفای رئیس این فرماندهان. استعفا! استعفا! رئیس کل قوا! استعفا! استعفا! رئیس کل قوا! استعفا! استعفا! واقعا متاسفم از این. استعفا به معنی پذیرش اشتباه از نادرترین واکنش‌های مقام‌های مسئول در ایران است. موضوع استعفا خودم بنده تقدیم کردم و خوشبختانه همین در راه که می اومدم. این استعفا واکنش مدیر عامل راه‌آهن ایران بود به برخورد دو قطار و کشته شدن 45 نفر و مجلس خبرگان رهبری بود. یا این فرد قربان علی دوری نجف آبادی که بعد از فاش شدن قتل‌های زنجیره‌ای به دست ماموران وزارت اطلاعات از مقام خود به عنوان وزیر اطلاعات استعفا کرد. ماجرایی که در نهایت مانع نشد تا او به فعالیت سیاسیش پایان دهد یا برای انتخابات خبرگان نامزد نشود. اما مواردی مانند استعفای قربان علی دوری نجف آبادی وزیر اطلاعات یا محسن پور سید آقایی مدیر عامل راه‌آهن مواردی استثنایی در عمر 40 ساله جمهوری اسلامی هستند. در عوض در دهه‌های اخیر فهرست بلند بالایی از وقایعی وجود دارند که انتظار استعفا در افکار عمومی شکل گرفته اما از استعفا خبری نشده. از کهریزک شروع کنیم، جایی که بازداشتگاهی تأسیس شد و در جریان اعتراض‌های سال 88 دست کم 3 تن از معترضان در آن کشته شدند، اما به رغم افشای ماجرا و دستور پیگیری رهبر ایران هیچ کس استعفا نکرد. این در حالی بود که ماجرا به شکل کم سابقه‌ای در تلویزیون دولتی ایران هم بازتاب داشت و شکنجه بازداشت شدگان از سوی مراجع رسمی تایید شد. در آن زمان اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی به دلیل آنچه رخ داده عذرخواهی کرد، اما استعفا هرگز. وضعیتی کم و بیش مشابه 10 سال بعد رخ داد در جریان اعتراض‌های آبان ماه 98 که به گفته سازمان عفو بین الملل بیش از 300 نفر کشته شدند و به گفته برخی منابع مانند خبرگزاری رویترز تعداد قربانیان به 1500 نفر هم میرسد. این بار نه از عذرخواهی خبری بود و نه از استعفا. جرقه اعتراض‌ها را گران شدن بنزین زد، اما این اعتراض‌ها خیلی زود سمت و سوی ضد حکومتی پیدا کرد. آمار کم سابقه تعداد کشته شدگان حتی با رویه سابق حکومت کنونی ایران نیز قابل مقایسه نبود، ولی هیچ کس استعفا نکرد، نه در مجلس، نه در دولت و نه در قوه قضاییه. اما همیشه تعداد بالای کشته شدگان به انتظار استعفای مقامات در افکار عمومی دامن نزده. در ماجرای حمله به کوی دانشگاه تهران بر اساس روایت رسمی 1 نفر کشته شد. این بار وزیر علوم استعفا کرد اما با استعفایش مخالفت شد. در جریان حمله کوی استعفا شاید کمترین خواسته دانشجویان بود.
بی‌سابقه بودن حمله به بی‌سابقه بودن اعتراض‌ها انجامید. مصطفی معین وزیر وقت علوم میگفت که استعفا کرده ولی رئیس جمهور نپذیرفته. در میان نیروهای انتظامی و سپاه که عاملین حمله بودند هم اصولا کسی صحبت از استعفا نکرد. و درخواست استعفا همیشه سمت و سوی تند سیاسی هم ندارد، مانند حادثه انفجار قطار نیشابور که با 320 قربانی بزرگترین سانحه ریلی کشور لقب گرفت، اما برخلاف فشار شدید رسانه‌ها و افکار عمومی هیچ کس استعفا نکرد. در این سانحه که در سال 82 اتفاق افتاد، اکثر قربانیان کسانی بودند که برای تماشای دو قطار تصادف کرده جمع شده بودند، اما انفجار به مرگ آنها انجامید. سانحه‌ای که به گفته منتقدین بی توجهی به پیش پا افتاده ترین اصول کمک رسانی و امداد و مواجهه با حوادثی از این دست، تعداد قابل توجهی کشته بر جای گذاشت، اما مسئولی با استعفا مسئولیت بر عهده نگرفت. وضعیت کمابیش مشابهی نیز در جریان آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان معروف پلاسکو در تهران شکل گرفت. در این حادثه 21 تن کشته شدند. قربانیان پلاسکو عموماً آتش نشانانی بودند که در هنگام ریزش ساختمان درون آن حضور داشتند. از فساد شهرداری در اجرای مقررات ایمنی آتش نشانی تا اشتباهاتی که به مرگ آتش نشانان منجر شد، به موجی از درخواست استعفا دامن زد. این بار شهردار وقت تهران هدف انتقاد بود، اما او نیز کوتاه نیامد. آتش سوزی در مدرسه‌ای در شیناباد در آذربایجان غربی یکی دیگر از حوادثی بود که افکار عمومی ایرانیان را تحت تاثیر قرار داد، با دو کشته و ده‌ها کودکی که در آتش آسیب دیدند. من می‌خوام موسیقی بزنم اما نمی‌تونم. نه وزیر آموزش و پرورش یا معاونینش که حتی مدیران منطقه‌ای، استانی و محلی آموزش و پرورش هم به نشانه پذیرش مسئولیت از مقام خود کناره‌گیری نکردند. این صفحه پیکرهای قربانیان پرواز 752 هواپیمایی اوکراین نیز به انتظار مشابهی دامن زد. اینکه کسی با استعفایش نشان دهد که مسئولیت اشتباهی تا این اندازه مرگبار و بی سابقه را به عهده می‌گیرد. اما با گذشت یک هفته از این سقوط فاجعه بار، ظاهراً این سانحه نیز به فهرست بلند بالای حوادثی اضافه خواهد شد که در آن از استعفای مسئولانه خبری نخواهد بود. کیوان حسینی، بی بی سی.